درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز خدمتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز دو شخصیت از کانادا در خدمتون هستیم، جناب آقای دکتر رضا مریدی و سرکار خانم شبنم اسداللهی، و در بخش دیگر از آقای مهندس ناصر پل، سخنگوی سازمان حزب پانیرادیست در خارج از کشور، با ایشون هم مختصر گفتگوی خواهیم داشت. جناب دکتر مریدی، همینطوری که دوستان مصدر هستن، با چهره سیاسی و علمی ایشون آشنا هستن. ایشون از سال 2007 به عنوان نماینده منطقه ریچموند هیل در مجلس ایالتی اونتاریو عضویت داشتن و همونطور که میدانند شرط اینکه شخصیتی بتواند به مقام وزارت برسد این است که ابتدا عضویت پارلمان داشته باشه. به همین علت هم است که ایشون از سال 2007 که به نمایندگی منطقه‌ای که عرض کردم در پارلمان اونتاریو شرکت داشتن، مرتبا مقام‌های مختلف وزارت داشتن و در حال حاضر هم همونطوری که اطلاع دارید ایشون وزیر پژوهش، نوآوری و علوم ایالت اونتاریو کانادا هستن و ضمناً یکی از کنشگران سیاسی به نام کانادا هستن. ایشون همونطوری که عرض کردم در سال 2007، 2011 و 2014 از حزب لیبرال به عنوان نماینده پارلمان بودم. ضمناً ایشون علاوه بر فعالیت سیاسیشون، کار علمیشون هم به نام هست و در بیش از صدها کنفرانس و عرض کنم که سمینارهای مختلف شرکت کردن و یا خودشون کارگردان بودن برای این کار. صحبت ما بیشتر درباره تلاش برای بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا است. ایشون در کنفرانس، به خصوص در یک کنفرانس یا سمیناری با شرکت 700 تن دانشمندان علوم و سیاستگزاران علوم و با حضور برنده جایزه نوبل پروفسور آرتور مکدونالد و پروفسور ایرانی خانم هما هودفر که اخیراً از زندان ایران آزاد شد، در یک کنفرانسی به اصطلاح افتتاحیه‌اش رو ایشون انجام داد. جناب دکتر مریدی تشریف دارین؟ بله، در خدمت هستم آقای دکتر نصر. درود بر جناب عالی، بسیار سپاسگزار که دعوت بنده رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت می‌فرمایید. پرسش اول بنده این است که با وجود این که وزیر خارجه کانادا آقای استفان دیان یک نشستی داشتن با جامعه ایرانی، ولی جناب عالی در این برنامه شرکت نفرمودید، ممکن است دلیل عدم شرکتتون رو که این برنامه همونطوری که ما اطلاع پیدا کردیم به وسیله نمایندگان ایرانی تباره که در مجلس فدرال کانادا شرکت داشتن برپا شده بود، دلیل اینکه جناب عالی شرکت نفرمودید چی بوده؟ قربون، برنامه ملاقات آقای دیان با جامعه ایرانی حدود چند ماه پیش از اینکه من با ایشون ملاقاتی داشتم در مصاحبه راجع به مسائل ایران و مسائل مربوط به جامعه ایرانی کانادا از نظر ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان، چه اونهایی که ساکن کانادا هستند، کانادایی های ایرانی تبار و بستگان کانادایی های ایرانی تبار که میخواد از ایران بیان برای دیدار بستگانشون در کانادا، مواجه هستن با مشکلات سفر به ترکیه و مسائل نظیری. اونجا مطرح کردن، ایشون از من خواستن که من جلسه ترتیب بدم که ایشون بتونن در اون جلسه با رهبران جامعه ایرانی از گروه های مختلف بتونن صحبت کنن و این جلسه قرار بود تشکیل بشه، ولی بعدن ظاهرا دو نفر از همکاران ایرانی من که اخیرا حدود یک سالی است که انتخاب شدن، دو تا ایرانی به پارلمان فدرال کانادا،
رفتن و از قرار بنابرای درخواست اونها این برنامه موکول شد به اینکه این دوتا آقایون این برنامه رو برگزار بکنن که البته هیچ مانعی نداشت، ولی متاسفانه به من درست کمتر از 24 ساعت قبل از اینکه این برنامه برگزار بشه به من خبر دادن و با توجه به اینکه بعد خب مسئولیت های دارم، معمولا برنامه من خیلی پر هست، خود این آقایون هم میدونن معمولا از یک ماه دو ماه قبل تمام برنامه هم پره، ولی به هر جهت من نتونستم در این برنامه شرکت کنم به علت اینکه آخرین لحظه رو من خبر دادن. ولی با همین احوال به خاطر احترام به آقای دیان که از همکاران قدیمی من هستن، شاید بیش از 7-8 سال است که برای ایشون با هم آشنا هستیم و همینطور به خاطر احترام به این دو نفر همکار ایرانی الاسرار که در پارلمان کانادا هستن، دو نفر از کارمندان خودم به خواهش کردم که اونا در جلسه از طرف من حضور داشته باشن. خیلی ممنون. پرسش اصلی من در این مزاحمت که برشون فراهم کردم این است که اخیراً یک به اصطلاح تومار یا پتیشنی تهیه شده بود در کانادا برای اینکه سفارت جمهوری اسلامی در ایران مجدداً افتتاح بشه. میخواستم ببینم که دلایل عدم امضای شما چه بوده و نقش عوامل جمهوری اسلامی در این زمینه تا چه حدی بوده. خیلی متشکر میشم. خواهش میکنم. در مورد مسئله باز کردن سفارت، دولت کانادا به رهبری آقای جاستین ترودو حزب لیبرال کانادا از همان ابتدا جزء برنامه های سیاسیش بوده که با تمام دولت های دنیا میخواد روابط داشته باشن، من جمع ایران که رابطه دیپلماتیک بین ایران و کانادا 4 سال است که قطع شده، این است که دولت در این مورد تصمیمش گرفته یه همچه شرایطی که دولت کانادا داره مذاکرات سیاسی بسیار حساسی رو با دولت ایران داره انجام میده، فشار قرار دادن دولت کانادا بسیار نامحبوب و ناموزون هست و به خصوص وقتی که کسی که خودش نماینده پارلمان هست و به اون حزب متعلق هست راه اندازی پتیشن رو در تحت فشار قرار دادن دولت خود در شرایطی که این دولت میدونن که با دولت ایران داره مذاکرات خیلی حساس و پیچیده‌ای رو دارن طی می‌کنن، این دولت خود رو در موقعیت تضعیف قرار دادن کار نامناسبی است. نکته سوم این است که این حرکات موقعیتی که خانم دکتر بوسفرد پروفسور دانشگاه کنکوردیا در شهر مونتریال که برای مسافرت به ایران رفته بود ایشون رو زندانی می‌کنن، می‌ندازن به زندان مخوف اوین و دولت کانادا کاملا در حال به اصطلاح سعی و کوشش میکردن که بتونن به یک نحوی ایشون رو آزاد کنن. همه این اتفاقات در اون شرایط افتاد و واقعا بسیار نسنجیده بود، برای همین بنده این پتیشن رو امضا نکردم و اصولا همونطور که عرض کردم ماهیتا این پتیشن بی‌معنی و بی ربط بود، نسنجیده بود. بسیار متشکر، سپاسگزار. آخرین پرسش من این است که همونطوری که بهتر از بنده اطلاع دارید، بعد از اینکه نخست وزیر جدید کانادا جاستین ترودو انتخاب شد، ایشون با آقای اوباما یه ملاقاتی داشتن. میخواستم ببینم که دلیل این دیدار چه بوده و اثر اون در پشتیبانی از جمهوری اسلامی تا چه حدی بوده، اگر اطلاعی دارین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. عرض کنم که جناب دکتر نصر، شما قطعا خودتون مطلع هستید و بینندگان عزیز تلویزیون هم حتما میدونن که کانادا و امریکا دو یار دیرین هستن و از نقطه نظر تجاری، روابط فرهنگی و اقتصادی بزرگترین شریک همدیگرن. رسم و سنت هست که وقتی نخست وزیر جدیدی در کانادا رو کار میاد یا رئیس جمهور جدیدی در امریکا رو کار میاد، معمولا اولین یا دومین سفری که خارج از کانادا یا خارج از امریکا بر حسب مورد انجام میده کشور همسایه هست. بنابراین مسافرت آقای ترودو به امریکا در واقع دنباله همون سنت های دیرینی بوده که بین دو کشور برقرار هست. در ارتباط با ایران، من تصور خیلی مهمی در این قضیه ایران بتونه بازی بکنه، برای اینکه روابط کانادا و امریکا بسیار وسیع هست، مسائل خیلی مشترک خیلی خیلی زیادی هست و در دنیا همونطور که میدونید نزدیک 200 کشور وجود دارن که کانادا و امریکا با اینها روابط بسیار تجاری و فرهنگی خیلی نزدیکتری داره. بنابراین من تصور نمی کنم که و
مسئله خیلی مهمی بوده، مسئله ایران که بخواد در این صحبت های بین آقای اوباما و آقای ترودو مطرح بشه. جناب دکتر، همانطور که اطلاع دارید از زمان گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران توسط عوامل جمهوری اسلامی، روابط سیاسی و دیپلماتیک بین امریکا و ایران قطع شد، ولی در طول این مدت از طریق سفارتخانه های کشورهای ثالث در شهر واشنگتن و همینطور در تهران خدمات کنسولی و اتباع ایرانی به ایرانیان مقیم امریکا و همینطور احتمالاً امریکاییایی که در ایران هستند این خدمات کنسولی بهشون ارائه داده میشه. ولی نکته دیگری که میخوام عرض کنم این است که آقای دکتر، وقتی روابط امریکا و ایران کاملاً قطع هست، ما میبینیم که علارغم عدم وجود روابط دیپلماتیک بین دو کشور، وزرای خارجه ایران و وزیر خارجه امریکا با هم نشست میکنن، گفتگو میکنن، حتی قرارداد امضا میکنن. بنابراین این مسئله روابط دیپلماتیک به نظر میاد که بودن یا نبودنش در واقع چندان تأثیری در ارتباط دولت ها با هم دیگر نداره، با اینکه ارتباط دیپلماتیک بین امریکا و ایران وجود نداره، ولی ملاقات ها و گفتگوها بین وزرای خارجه این کشور و حتی امضای قرارداد، مثلا این قرارداد اتمی که امضا کردن، این نوع اتفاقات بین دو کشور انجام میشه. علتی که من این سوال مطرح کردم این است که خود جناب عالی بهتر از بنده میدونید که در دولت قبلی در کانادا اونچنان روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی نداشتند، ولی در همون زمان آمریکا خب پشتیبانی غیر مستقیم از جمهوری اسلامی میکرد، که اون یه بحث جداگان است. خیلی متشکر، سپاسگزار جناب دکتر. میخوام ببینم که اگر جناب علی یه پیامی برای ملت ایران داریم بفرمید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب دکتر نصر. من پیامم به هموطنان عزیز ایرانی این است که در آرزوی سرفرازی و سربلندی همه ایرانیان، به خصوص هموطنانی که در زادگاه عزیزمان ایران زندگی میکنن، امیدوارم که زندگی برای همه هموطنان ما به خوبی و خوشی و صفا و صمیمیت و صداقت بگذره و بتونن در آسایش زندگی کنن مثل بقیه مردم دنیا. با سپاسگزاری مجدد از اینکه در این برنامه شرکت فرمودید، بنده خدمتتون بدرود عرض میکنم و امیدوارم که این فرصت رو بازم بنده داشته باشم در خدمتتون باشم. خیلی ممنون، متشکر، شبتون بخیر. خیلی متشکرم. متقابلا. بینندگان عزیز، مهمان عالی قدر دیگری که از کانادا تقاضا شد تشریف بیارن در این برنامه، سرکار خانم شبنم اسداللهی هستند که با چهره ایشون همه بینندگان آشنایی کامل دارند. همونطور که بینندگان اطلاع دارند، سرکار خانم شبنم اسداللهی فعال حقوق بشر هستند، بسیار هم فعال هستند در اتاوا و ضمناً به ما افتخار دادن که ما از نظرات مشورتی ایشون برای برنامه هامون استفاده بکنیم. سرکار خانم اسداللهی، بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتین. درود بر شما جناب دکتر نصر اصفهانی و درود بر بینندگان محترم شما، و خیلی سپاسگزار هستم که این اجازه رو به من دادید که دوباره مجددا در برنامه‌تون شرکت کنم و این باعث افتخاره. میخواستم راجع به این سابقه فعالیت‌های ایرانیان میهن‌پرست از جمله خود جناب عالی در مورد بستن سفارت جمهوری اسلامی در کانادا خیلی مختصر توضیح بدیم، ولی قسمت مهم این سوال اون چیزی است که شما مقاله مرقوم فرمودید به اسم اسلاموفوبیا یا وحشت از طرف جمهوری اسلامی یا اسلامی به طور کلی. میخوام ببینم این داستانش چگونه است و این میهن پرستان ایرانی از جمله خود شما چگونه در این زمینه تهدید شدین؟ اخوان مسلمین در کانادا بسیار فعال هستند و حتی طوری هستش که نمایندگان مجلس هم خودشون کسانی هستند که با اخوان مسلمین همکاری دارن و حتی هم حمایت از گروه تروریستی حماس کردن و حتی نمایندگانی هستند که مخالفت کردن برای محصولات اسرائیلی یا همون BDS که بویکات کنن محصولات اسرائیلی رو. بعد از اینکه این دولت به روی کار اومد در اکتبر 19 اکتبر 2015،
اینها آروم آروم شروع کردن به یه سری موجهای خیلی عجیب غریب توی کشور در کل سراسر کشور راه انداختن که نشون بدن که یه مقداری تنفر زدگی در بین آمریکا کانادایی ها هست در مورد مسلمانان و کسانی که حجاب دارن. اینها اولین کاری که کردن یه سری برنامه ها آوردن به اسم حجاب دی. البته فکر میکنم یک سال قبل از انتخابات در سال 2015 یک برنامه در دانشگاه اتاوا بود که یکی از دوستان من فرزندشون فارغ التحصیل می شدن و گروه مسلمانان دانشگاه اتاوا اومدن گفتن که ما روزی که می خواهیم فارغ التحصیل بشیم بیایم از همه خانم های دانشجو خواهش کنیم که برای حمایت از مسلمانانی که حجاب سرشون میکنن اون روزی که دارن فارغ التحصیل میشن اونها هم حجاب سر کنن. بعد برنامه حجاب دی در سراسر کانادا گذاشتن، از شهرداری کانادا اتاوا گرفته تا جاهای مختلف، از نماینده های مجلس خانوم کانادایی گرفته که مخصوصا سوشال دموکرات و چپ هستن تا نماینده های مجلس و به قول معروف لزبیان های نماینده های مجلس کانادا و شروع کردن این مسئله حجاب رو. بعد یک دفعه یکی از نماینده های مجلس در دولت کبک که نماینده مجلس فدرال هستش، ایشون اومدن و یک پتیشنی رو درست کردن به حمایت کردن ازش برای اسلاموفوبیا یا وحشت زدگی از اسلام. و کسی که این پتیشن رو به جلو آورد و به ایشون معرفی کرد یکی از مسلمانانی هستش که خودش پیشینش احتمال خیلی زیاد اینطوری که گزارش ها نشون میده با اخوان المسلمین هستش و حتی در ویدیوهای خیلی متفاوتی هم گفتن ایشون که مسئله اسلاموفوبیا مسئله خیلی مهمی هست. من توی اون مقاله که نوشته بودم که آیا فوبیا اصلا کلا یک پدیده روانی هستش، یعنی با چیز روانکاویه و کسی که میاد چیزی به اسم فوبیا رو میاره و این رو در مجلس فدرال دولت کانادا به عنوان یه موشن فعلا پسش کردن که قبل از اینکه یه قانون بشه و این قانون باید از مجلس بگذره بعد بره به سنا قبولش کنه تا بشه یه قانون در سیستم کانادا. حال من از اینها این بودش که وقتی که کسی که فوبیا داشته باشه اصلا یه پدیده بگیم روانیه، یعنی شما میان اون کسی که این فوبیا رو داره اگه مسئله‌ای داشته باشه رو زندانی میکنین، یک نوع جریمه میکنین. اصلا کلن این پتیشنی که درست نوشته شده پتیشن کامل نیست، دارن میگن اسلاموفوبیا به همه شکلی، یعنی انقدر عمومی هستش و کلی هستش. خب یعنی چی؟ یعنی آیا کسی نمیتونه از محمد پیغمبر مسلمانان انتقادی بکنه یا از دین اسلام انتقادی بکنه، یا اگه کسی که دینش رو عوض کرده باشه از اسلام گرویده باشه آیا اون هم جزء اون اسلاموفوبی فوب ها میشه که این برچسب بهش زده بشه؟ خب آینده این موشنی رو که دولت کانادا اومده الان قبولش کرده در مجلس آیندهش چی هستش؟ به کجا میخواد بره؟ و کسانی که مثل امثال ماها در نظام جمهوری اسلامی به قول معروف قربانی اون نظام بودند و به خاطر مسائلی که خود اون نظام آورده بود، آیا اونها هم جزو اون کسانی میشن که دولت کانادا به عنوان اسلاموفوب یا کسانی که وحشت دارن از اسلام جز میکنه؟ این لابی جمهوری اسلامی که به عنوان به اسم کنگره ایرانیان کانادا این کار رو انجام میده از این زمان شورش 57 کنون چگونه در روابط کانادا و جمهوری اسلامی اثرگذار بوده. خیلی ممنون میشم که اینم کوتاه بفرمایید. سپاسگزارم. این کنگره ایرانیانی که تشکیل شده، این کنگره از سالهای پیش تشکیل شده بود،
اما وقتی که انتخابات جدیدشون چند سال، 1-2 سال قبل از انتخابات کانادا پیش اومد، در این انتخابات جدید اعضای جدیدی وارد هیئت مدیره کنگره شدن و حتی تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای رضا بنایی یکی از تشکیل دهندگان این کنگره بودن، از اون که از اول این کنگره رو تشکیل داده بودن. اساسنامه این کنگره اصلا این بودش که به هیچ وجه کسانی که در این کنگره کار میکنن و هیئت مدیره حق ندارن وارد هیچ گونه مسائل مذهبی و سیاسی بشن و کسانی که حتی رأی میدن و قراره که رأی بدن و در انتخابات آینده کنگره شرکت کنن باید گویا حداقل 1 سال عضویت کنگره رو داشته باشن تا بتونن در انتخابات شرکت کنن. اما متاسفانه این کنگره طبق همه کاری که جمهوری اسلامی میکنه یک سری اعضای جدید رو آوردن و بعد هایجک کردن و دزدیدن، اصلا کلن انتخابات عجیب غریبی انجام شد و کسانی که حتی رأی دادن تعداد خیلی زیادشون 1 سال عضو کنگره نبودن. بلافاصله بعد از بروی کار آمدن آقای جاستین ترودو اینها شروع کردن برای لابیگری برای بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی، باز هم این جزو یعنی تخطی کردن از خود اساسنامه کنگره بود و شدیداً شروع کردن از برجام حمایت کردن و خودش رو معرفی کردن به این شکل که اینها نماینده یعنی کنگره ایرانیان کانادایی هستن و گویا نماینده تمام ایرانیان کانادایی هستن که یک سری از میدیاهای کانادایی شروع کردن با اینها مصاحبه کردن و نظر اینها رو مثل سی بی سی یا سی تی وی در رابطه با برجام و در رابطه با بازگشایی سفارت خواستن. بعد هم که آقای نماینده خود ایشون اینها آقای مجید جوهری که از نمایندگان فدرال کانادا هستن، ایشون اومدن این پتیشن رو حمایت کردن برای بازگشایی سفارت و کاری که این کنگره الان داره میکنه به نظر من یک نوع نایاک، شعبه نایاک آمریکا در کانادا هستش و کلن فقط داره لابیگری میکنه برای رابطه ایران و کانادا، برای بازگشایی سفارت و خیلی کمرنگ تر شده کارهای ایرانیان و فعالینی که در اینجا سالهای سال زندگی کردن و مخالفین جمهوری اسلامی هستن و صدای اونها هم صداشون بسته شده و دولت کانادا هم حمایت از اینها میکنه و اینها رو به رسمیت میشناسه. خب پرسش سوم بنده دستم نظر شما رو در مورد انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بپرسم که چه تأثیری این انتخاب در روابط آمریکا و کانادا و به خصوص در سرنوشت جمهوری اسلامی داره. خیلی ممنون، متشکرم. در رابطه با مسئله آقای دونالد ترامپ، یک بیزنسمن 70 ساله موفق هستن که خب یک امپراتوری تجاری برای خودشون در قلب آمریکا به وجود آوردن و ایشون در روز 20 ژانویه 2017 به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا آغاز به کار خواهند کرد. در اوتو مسئله کانادا، خب آقای ترودو بدون اینکه فکر بکنند طبق معمول یک مسئله نفتا رو به وجود آوردن و گفتن که آقای ترامپ گفتن که قرارداد نفتا رو ایشون از بین خواهند برد و کانادا هرت میشه و با یکی از گاورنرهای آمریکایی چندی پیش مصاحبه یکی از جورنالیستای کانادایی کردن که در این مصاحبه اون گاورنر گفتن که اینجا یه مقداری آقای ترودو خیلی سریع پیش بینی کردن و مسئله نفتا هیچ ربطی به مسئله کانادا و رابطه کانادا و آمریکا نخواهد داشت و ما رابطه های خیلی زیاد تجاری با کانادا داریم و خواهیم داشت. مسئله نفتا یک مسئله جداست که با آمریکای جنوبی خواهد بود. این از اون یکی از مسئله خیلی مهمی که پیش خواهد اومد برای کانادا و کانادا رو تحت تاثیر خیلی زیادی قرار خواهد داد، مسئله
اینکه دولت آمریکا اخوان المسلمین یا مسلم برادرهود رو 100% جزو لیست ترور خواهد قرار خواهد داد و این ضربه خیلی زیادی به دولت کانادا خواهد خورد، برای اینکه یکی از طرفداران خود اخوان المسلمین هست، مخصوصا که ما همطور که اول برنامه صحبت کردم و اینها نمایندگان مجلسی دارن که اصلا طرفدار اخوان المسلمین و از اعضای اخوان المسلمین هستن. کلن ما مسجدهای کانادایی هستن که امامانشون از اخوان المسلمین هستن و کسانی که برای در مجلس کار میکنن و کارمندان مجلس هستن از اخوان المسلمین هستن. این ضربه خیلی زیادی خواهد خورد و فکر میکنم که تعداد خیلی زیادی از کانادایی ها و سیاست مردان کانادا جزو کسانی باشن که نتونن وارد آمریکا بشن و پرواز کنن به آمریکا، و امیدوارم که تاثیر خیلی بهتری بذاره این مسئله توی کانادا و اخوان المسلمین اصلا وارد اون لیست ترور کانادا هم بشه. بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا که احتمال داره که ماه ژانویه این انجام بشه و حدود دو هفته پیش ما شاهد آمدن 4 نفر از نمایندگان مجلس دولت ایران در کانادا بودیم که آقای مجید جوهری از میزبانانش اینها بودن، دولت مونتریال از میزبانان اینها بودن و یکی از دانشگاه‌ها کالج‌های تورنتو نیویورک که رئیسش یک مسلمان هستش از میزبانان اینها بودن. اینها چطور وارد کانادا شدن وقتی سفارت هنوز نداریم؟ اینا همه تاثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت بین روابط آمریکا و کانادا، چون دولت آمریکا و کسانی که با آقای ترامپ همکاری میکنن و ادوایزرای آقای ترامپ هستن 100%شون مخالف جمهوری اسلامی هستن و خواهان براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستن، و باید دید که آقای جاستین ترودو مهره های شطرنجش رو در این مورد چطور برمیداره، برای اینکه یکی از بزرگترین، همونطور که همیشه گفتن، از دوستان بسیار نزدیک کانادا آمریکا هستش، از دوستان بسیار نزدیک کانادا دولت اسرائیل هستش، ولی ما ندیدیم در عرض این 1 سال و 2 ماهی که آقای جاستین ترودو در سر وقت دولت کانادا هستن، ندیدیم که واقعا عمل کنه و نشون بده که و یا چقدر طرفدار آزادی بیان و آزادی و یا آزادی ایرانیا هستش. این باز هم میگم باید نشست و دید که به کجا خواهد رسید، ولی ضربه خیلی زیادی 100% به جمهوری اسلامی خواهد خورد، برای اینکه و من فکر می‌کنم که یه مقداری هم ضعیف شدن. ولی مسئله خیلی ناگواری که من اینجا در آخر صحبتم بگم این هستش که عرض کنم دولت آمریکا میخواد یک مرز بکشه بین مکزیک و آمریکا. متاسفانه دولت کانادا مسئله ویزا رو از روی دولت مکزیک برداشته و ما میدونیم که بزرگترین کارتل مواد مخدر دست حزب الله هستش در مکزیک، در کوبا، در کشورهای آمریکای جنوبی، و وقتی که مسئله 2 میلیون نفری که به صورت غیرقانونی از مکزیک به آمریکا آمدن و الان در آمریکا زندگی میکنن، ممکنه 10 سال 15 سال اونجا زندگی میکنن، اگر که اینها رو آقای ترامپ بخوان برشون گردونن، خب اینا ممکنه به یک شکلی بتونن به راحتی با پاسپورت مکزیکی وارد کانادا بشن و این مسئله بسیار بسیار وحشت آوری برای ما که در کانادا زندگی میکنیم خواهد بود، برای اینکه 100% سپاه وارد اینجا خواهد شد، همونطور که دو هفته پیش اعلام کردن که ما به زودی ترورهامون رو در سرتاسر دنیا آغاز میکنیم و تمام کسانی که ضد جمهوری اسلامی هستن، خواهان براندازی جمهوری هستن، بدون هیچ گونه ترسی شروع به ترورشون میکنیم. و این فکر میکنم که باید آقای ترامپ کانادا رو یه مقداری تحت فشار بیاره در این رابطه و امیدواریم که این انجام بشه. بسیار متشکر، سپاسگزار سرکار خانم اسداللهی. به امید اینکه در برنامه بعدی در خدمتون باشیم، بنده خدمتون بدرود عرض میکنم و شب بخیر عرض میکنم. خیلی متشکرم. خیلی از شما سپاسگزارم، همچنین از بینندگان گرامی. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزار، شب بخیر. بینندگان عزیز، همینطوری که معمول هست، اگر نسبت به بیانات جناب دکتر بریدی و همینطور سرکار خانم شبنم اسداللهی نظری پیشنهادی دارین، لطفاً به این تلفن‌هایی که در روی اسکرین ملاحظه می‌فرمایید تلفن بفرمایید.
650 619 76 23 و 832 277 77 48 و یا اینکه راحت تر با ایمیلی که ملازم فرمایید شورای نجات ایران gmail.com. مطمئن باشین در اولین فرصت خدمتون پاسخ داده خواهد شد. بینندگان عزیز، در بخش دوم از یکی از شخصیت‌های بسیار فعال سیاسی، جناب آقای مهندس ناصر پول، سخنگوی حزب پان‌ایرانیست در خارج از کشور که عضو جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستند، دعوت کردم که در این برنامه شرکت بکنم و یک راجع به مسئله بسیار بسیار حاد ملی و اون تشکیل فراکسیون ترک زبانانه که به نظر خود حزب پان‌ایرانیست که در برنامه جوانانشون مطلبی پخش کردن، این یک توطئه است برای علیه وحدت ملی. آقای مهندس ناصر پول همونطور که عرض کردم سخنگوی سازمان پان‌ایرانیست هستند و یکی از انسان‌های بسیار فعال که از همون بعد ورودشون به آمریکا تا اکنون بسیار فعال و بر علیه جمهوری اسلامی از هیچ گونه کمکی به ایرانیان کوتاهی نکردن. جناب مهندس پور، تشریف دارین، خیلی خوش آمدین به این برنامه. بسیار متشکرم که دعوت بنده رو پذیرفتین. خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم استاد نصر اصفهانی، بی‌نهایت سپاسگزارم از این معرفی سخاوتمندانه جناب عالی و اسباب افتخار من هست که همسخن باشم با جناب عالی که واقعا یکی از افتخارات جامعه ایرانی هست. خیلی متشکرم. عرض کنم که چون معمولا تمام سازمان هایی که عضویت جبهه هماهنگ دارن خودشون رو معرفی میکنن، ولی من با توجه به این سوگندنامه حزب شما که اونجا کاملا روشن هست، احتیاج به این نیست که، یعنی شما با توجه به این مطلب که گفته شده آرمان و آرزوی من آبادی و سرفرازی ایران است، من به مردم سالاری باور دارم، من به یگانگی و یک پارچگی ایران بزرگ باور دارم الی آخر، بنابراین خود به خود این نشانگر این هست که چرا جناب عالی لطف کردید و سازمانتون و حزبتون به جبهه هماهنگ مبارزان ایران پیوستید. عرض کنم که من چند سوال دارم، البته بعضی از مطالب هم هست که بنده خدمتون عرض خواهم کرد. اولا که همونطوری که میدانیم در تمام مجالس دنیا فراکسیونی های سیاسی وجود داره، به خاطر به خصوص از طرف احزاب که اینها به خاطر این که بتوانند اون هدفهای خودشون و برنامه خودشون رو پیش ببرند، گروهی که هم فکر هستن یا متعلق به یک حزب هستن با همدیگه همکاری میکنن و اسمش هست فراکسیون. ولی آنچه که الان در ایران اتفاق افتاده یک مسئله بسیار ضد ملی است و اون است که فراکسیون به جای اینکه سیاسی باشه فراکسیونی تشکیل دادن، متاسفانه با هماهنگی با هیئت رئیسه مجلس، و این فراکسیون اسمش هست فراکسیون مناطق ترک نشین، همونطور که در اسلاید 25 ملاحظه می‌فرمایید. اینا میخوام ببینیم که این چگونه شده که این فراکسیون اینو تونستن تشکیل بدن. البته مطالب زیاد هست، من میخواستم همونطور که فرمودی پاسخ کوتاه بفرمایید. خیلی ممنون. من یکی از همبندان سازمان برون مرزی حزب پان‌ایرانیست هستم و همونطور که خود شما آگاهی دارین، حزب پان‌ایرانیست یکی از احزاب قدیمی ایران هست که متجاوز از 60 سال و الان در دهه هفتم فعالیت خودش هست، هم در درون ایران فعاله و هم در خارج کشور. اما سازمان برون مرزی به خاطر شرایط حاکم بر جامعه ایرانی و شرایط اختناقی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در خارج کشور مستقلن تصمیم گیری و عمل میکنه و مسئولیت همه تلاش ها و سخنان این سازمان به عهده سازمان برون مرزی است. ما در خارج کشور مستقلن عمل میکنیم و نماینده دوستان درون ایران نیستیم. در مورد فراکسیون های پارلمانی در مجلس قانونگذاری،
فرمایش جناب عالی کاملا درسته. در زمانی که حزب پانایرانیست نماینده داشت در مجلس شورای ملی، ما فراکسیون پارلمانی حزب پانایرانیست رو داشتیم و فرمایش شما کاملا درسته. اما هیچ وقت من سراغ ندارم از اینکه یک فراکسیونی بر اساس زبان یک قومی تشکیل بشه و این بدعتی تازه است و اینکه سران جمهوری اسلامی با اون هماهنگی میکنن باعث تعجب و شگفتی هیچ کدوم از ما نیست، یقینا باعث شگفتی شما هم نیست، چون بیشترین تلاش اونها برای اینه که نشون بدن که اگر ما نباشیم جایگزین ما احتمالاً فروپاشی و از همپاشی مملکته. یعنی به شیوهی مزورانه دارن تلاش میکنن برای خودشون مشروعیت دست و پا کنن، مشروعیتی که اصلا ندارن و در عرض این نزدیک به 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی ملت ایران به وضوح ثابت کرده و نشان داده، در هر انتخاباتی بعد از انتخابات دیگر این رو تصریح کرده که این حاکمیت از هیچ گونه مشروعیت و سزاواری مردمی برخوردار نیست و هر گونه ادعایی که این نظام داشته باشه برای این کار بی اساسه. بسیار متشکر. عرض کنم که یه نگاهی بکنیم به اعضای این فراکسیون. همطور که اطلاع دارین رئیس این فراکسیون آقای مسعود پزشکیانه که یه تجزیه طلبه، آقای نادر قاضی پوره که بنده خصوصیات شهر خواهم داد و بقیه. عرض کنم که خود این آقای پزشکیان یکی از تجزیه طلبهای بنام هست و متاسفانه یکی از نایب رئیس های مجلس هم هست، ولی پرسشی که مطرح هست اینجا چگونه هست که اگر قرار این برای ترک زبانان باشه، در پرسشی که مطرح هست با توجه به این اعضای این فراکسیون که آقای پزشکیان عرض کردن و آقای قاضیرپور که در این مورد بیشتر من صحبت خواهم کرد، ولی این سوال مطرح هست که اگر اینا برای ترک زبانان هست چگونه است که نمایندگانش این فراکسیون که گویا 100 نفر عضویت دارن، نمایندگان شیراز، سیمیروم، تهران، لنجان، همونطور در اسلاید شماره 27 منظور می‌فرمایید، شمیرانات، ساوه و بسیاری دیگر از مناطق کشور عضویت دارن و از همه جالبتر عرض کنم که عضویت نماینده آشوریان در به عنوان عضو فراکسیون مناطق ترک زبانه. آقای مسعود پزشکیان رئیس این فراکسیون، همونطور که عرض کردم که ایشون شهرت کامل داره در مورد تجزیه طلبی و ایشون میگوید که ما در برابر قومیت ها و ملیت ها، یعنی یه نماینده رسمی مجلس اسلامی که عضو هیئت رئیسه مجلس هم هست، کلمه قومیت ها و ملیت ها رو به کار میبره، یعنی تکلیف دیگه روشن با این افراد. در حاصل میگه ما در برابر قومیت ها و ملیت ها و مناطق مختلف جغرافیایی و مذاهب مختلف کشور موظف هستیم که بر اساس عدالت با همه برخورد کنیم. حالا ایشون ضمناً عنوان میکنه که چرا نباید یک کرد در مدرسه کردی بنویسه و یا چرا ما اقلیت های قومی نباید حق داشته باشن که در مدارس خودشون به زبان در محل خودشون به زبان خودشون صحبت کنن. آیا در جناب عالی اصولا یه همچیزی صحت داره که اینا حق نداشتن به زبان خودشون صحبت بکنن؟ خیر، نه پیش از انقلاب حتی پس از انقلاب هیچ وقت هیچ قومی در ایران محدودیت صحبت به زبانهای قومی خودشون رو نداشتن. یکی از افتخاراتی که برای ابوالقاسم فردوسی ما قائل هستیم این هست که با سرودن شاهنامه خودش و با پوشوندن لباس فاخری که به قامت زبان فارسی کرده، نه تنها
صدی محکم در برابر اون بولدوزر زبان عربی که با محمل دین اسلام داشت به همه جا هجوم می آورد به وجود آورد، بلکه تمام لهجه های محلی ایران رو هم حفظ کرد، تمام زبان های شرق ایران رو هم حفظ کرد که اونها الان امروز میتونن به این زبان ها سخن بگن. بنابراین این بهانه ای که تجزیه طلبان دارن که به بهانه دفاع از زبان محلی هست که دارن تحریکات جدایی طلبانه خودشون رو پیش میبرن اصلا درست نیست. همه چیز جالبتر این هست که بیشتر از هر کسی آذربایجانی های ما هستن که با این حرکت های جدایی طلبانه این گروه اندک فریب خورده یا مزدور دارن مبارزه میکنن. شادروان نادر پیمایی رو جنابالی بسیار به خوبی میشناسین، همرزمان خود ما در چند ماه پیش فوت کردن، شاید یک سال پیش الان، ولی زمانی که ما با ایشون آشنا شدیم زمانی بود که حیدر علیوف، پدر این الهام علیوف که رئیس جمهور جمهوری به اصطلاح آذربایجان هست، با همه تلاش خودش سعی کرد که یک کنگره آذربایجانی ها رو در واشنگتن دی سی یا ویرجینیا، خاطرم نیست، حدود 15 سال پیش این حدودا تشکیل بده و همه تلاشی که کردن، همه تطمیعی که کردن، بلیت هواپیما و هتل و همه چیز برای همه فراهم کردن، تونستن حدود 400 نفر رو جمع بکنن دور هم که قسمت عمده اونها هم کارمندان خود حیدر علیوف بودن و یکی از کسانی که با ما همکاری نزدیک میکرد که با این کنگره و تشکیل چنین کنگره هایی مبارزه بکنیم شادروان نادر پیمایی بود که خودش یکی از آذربایجانی های شریف ما و یکی از مبارزان راستین راه آزادی ایران بود که روان شاد باد. اینه که این بهانه زبان محلی و آزادی نداشتن برای صحبت به زبان محلی اصلا درست نیست. نشریات به زبان محلی منتشر میشه، رادیو تلویزیون به زبان محلی هست و همیشه هم تشویق شده و بنابراین نه تنها مخالفتی از صحبت کردن به اون زبان ها در بین خود قوم ها نیست، بلکه همه ایرانی ها تا اونجایی که من آگاهی دارم مشتاق به این هستن که این لهجه ها و این زبان ها حفظ بشن و زنده نگه داشته بشن. بسیار متشکر. عرض کنم که چهره دیگری از این فراکسیون در استاد شماره 31 منتظر می‌فرمایند بینندگان آقای نادر قاضی پور هست که همطور در تصویر نگاه میکنید ایشون یه عربده‌کش و چاقوکش مجلس و نایب رئیس این فراکسیونه. عرض کنم که ایشون کارنامه بسیار بسیار درخشان داره و اون است که ضرب و جرح احسان بداغی خبرنگار روزنامه ایران در شهریور که سوال کرده بود آقا شما منظورتون از تشکیل این فراکسیون که میخوان انجام بدین چیه؟ من اون موقعی چه نمیفهمیدم، مثل تراکتور، منظورش اینجا مثل گاو میشه، مثل تراکتور در هر چه سر راه هم بود رد میشدم. بعد از بیانات ایشون این است که مجلس جای زنان نیست، جای مردان است، زنان را به مجلس بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. در اسلاید بعدی بقیه بیانات ایشون، مجلس جای سفولبازی نیست، به مجلس مرد بفرستید که حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند. بعد همین خبرنگار رو در میدان ارومیه در شهر رضاییه اونجا دو مرتبه جلوی خانواده‌اش، زن و فرزندانش اونجا اراذل اوباش این آقای نادر عرض کنم که قاضی پور انجام دادن. بعد از همه جالبتر این مسئله است، میگوید مملکت را به آسانی به دست نیاوردیم، من هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستید آنجا.
مجلس جای کر اولاغ نیست، مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. که حالا در اسلاید شماره 35 مراجعه می‌فرمایید که این مردانی که ایشون یاد میکنه ازش چه کسانی هستن. اینا نمونه هایی از مردان مجلس هستن که به قول ایشون به مجلس مرد بفرستی که اگر اون کاری هم نمیکنن اون یکی کار رو بتونن انجام بدن. اصلا در این زمینه خوشبختانه یک گروهی به عنوان پژوهشگران تاریخ و تاریخدانان نامه‌ای به مجلس نوشتن که بسیار جالبه و واقعا باید ازشون سپاسگزاری کرد. همینطور نماینده مردم بندر عباس این کار رو غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرده، ولی این قسمت مهم، این تلویزیونی که به وسیله بیگانگان اداره میشه در استاد شماره 38 مناظر فرمایید، این در وبسایتی به اسم گوناز تی وی آقای رزمی داره صحبت میکنه و چه دفاعی داره میکنه از این پیامد به اصطلاح ضد ملی. یک خبر خوبی و نشان از قدم برداشته شدن های قدم های اساسی برای برآورده کردن خواسته های ملل غیر فارس در ایران دارد. جناب پرنوی اشاره فرمودید، من میخواستم ببینم در این توطئه تجزیه طلبی نقش ترکیه و نقش همون جمهوری باکو که اشاره کردین تا چه حدوده و اینا برنامهشون به کلی چی هست در این زمینه؟ آقای قاضی‌پور به هر حال اگر چنین تصوری دارن و خودشون رو مرد میدونن، من از مرد بودن خودم شرم دارم، چون اصلا چنین تصورات و چنین حرفایی دون شأن هر انسانی هست. اما در مورد جمهوری آذربایجان و ترکیه، هر دوی اینها از ضعف جمهوری اسلامی شوربختانه دارن استفاده میکنن و عقاید دیرین و ویروس هایی رو که در وجود هر دوی این حکومت ها هست دارن بروز میدن. ویروس استالینی که در وجود حیدر علیوف و پسر اون الهام علیوف هست بر هیچ کس پوشیده نیست، که بخشی از اران رو نام آذربایجان بهش دادن که چشم طمع به آذربایجان ایران داشته باشن، که خیالی پوچ بیشتر نیست. و همونطور که یکی از نمایندگان خود روسیه در مجلسشون اعلام کرد، اگه قراره یک کشوری به جای دیگه چشم داشته باشه، این ایرانه که باید به جمهوری آذربایجان چشم داشته باشه و نه برعکس. در مورد ترکیه هم به همین طور، این آقای اردوغان که به تازگی داره مالی خولیای حکومت عثمانی رو در سر میپرورونه، هم از ضعف جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه و این تجزیه طلبی رو شوربختانه دامن میزنه و این سیاست پانترکیسمی رو که دنبال میکنه صرفاً به همین خاطره، به خاطر غرور شخصی خودش هست. و این همه اختناق و سرکوبی رو که ما به تازگی در ترکیه شاهد اون هستیم، سرکوب همه روزنامه نگاران، اخراج فلعی عده زیادی به دنبال اون کودتای واهی، همه به همین مناسبته. با سپاسگزاری بسیار جناب مهندس پور، بنده خیلی از تشفرماییتون در این برنامه واقعا متشکر هستم و برنامه‌تون بسیار آموزنده بود. میخواستم ببینم اگر پیامی برای ملت ایران دارید بفرمایید. قربان. بله بسیار سپاسگزارم، منم از دعوت جناب والی بسیار سپاسگزارم. یک جمله ای رو که من میخواستم در پایان عرض کنم، وقتی شما و بنده میگیم که ما ایرانی هستیم، این کلمه ایرانی در خودش این امر مهم رو مستتر داره که من کردم، من آذربایجانیم، من خوزستانیم، من مازندرانیم، من بلوچم، من ترکمنم، من خراسانیم، و همه تیرهای ایرانی در این یک کلمه مستتر هست و وجود دارن. اینه که ما به عنوان یک ایرانی مجموعه همه این تیرها هستیم و باید همونطور که در تمام طول تاریخ به این
افتخار کردیم و با این زیستیم، همین زیست رو ادامه بدیم با افتخار بیشتر. کاملا صحیح میفرمایید، بسیار سپاسگزارم. من مجددا از حضورتون در این برنامه متشکرم و امیدوار هستم که فرصت‌هایی در آینده باشه در خدمتتون باشیم، از اطلاعات وسیع جنابعالی بازم بهره گیری کنیم. بسیار متشکر، بدرود عرض میکنم، شبتون بخیر. متشکر، شبتون خوش، منم از شما سپاسگزارم. بینندگان عزیز، همینطوری که معمول هست تقاضا این است که اگر نسبت به بیانات جناب آقای مهندس پول و یا کل برنامه نظراتی داشته باشین، به این تلفن ها تلفن بفرمایید که در روی اسکرین ملاحظه میکنید، 650-619-76-23 و 832-277-77-48 و یا به این ایمیل که ملاحظه میکنید روی صفحه تلویزیون، شورای نجات ایران @gmail.com. مطمئن باشین که اگر اوامرتون رو پیام بذارید یا ایمیل بکنید، حتما در اولین فرصت خدمتون پاسخ داده خواهد شد. بنده بدرود عرض میکنم خدمت بینندگان. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم،